سلام به همه شما همسفرهای همیشگی موشکاف. دوستان امشب همه تون مهمون منی، میخوام جمعی ببرمتون تماشای سیرک. بله، این شما و این خرچنگ کف کرده نظام احمد خاتمی. هیئت دیپلماتیک ایران میرن نیویورک، یه هیئت کوچک نسبتاً. رئیس محترم جمهور تو سخنرانی سازمان ملل مستند سخن میگه، سیمای شفاف ایران رو به دنیا نشون میده. اینا ارزش‌هایی نیست که کسی نادیده بگیره. چی شد؟ از اینکه این جونور تایر به سر دیگه باد تو سوراخ دماغش نمیندازه و خورناس نمیکشه تعجب کردید؟ خب همینه دیگه، نرمش قهرمانانه خرچنگی همین میشه دیگه. تازه اینکه چیزی نیست، جلوترم میره. حرف اول اینه که دیپلمات‌ها کار خودشون رو کنن، وزارت خارجه ما کار خودشون رو کنن، هر کسی وظیفه خودشو داره. این اولا. ثانیا، اگر روزی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، چون پرونده امریکا دست آغاز بوده و هست و خواهد بود، در این عرصه حرف آخر رو فقط مقام معظم رهبری خواهد زد. اگر یک روزی کار به مذاکره کشید، رابطه هم کشید، نفرت ما از آمریکا به یاری خدا از بین نخواهد رفت. حالا بعد از نرمش قهرمانانه نوبت میرسه به چرخش و پیچش ناشیانه. تا اینجا هرچی گفت جاده صاف کنی واسه مذاکرات بود، اما به ناگهان فرمون رو گد میکنه و با اقتدا به ولی امر آبلنبوش یه نیشگاز میاد. امریکا شیطان بزرگ است. اینو امام فرمود یا نه؟ اینو همه شنیدن. تو این 35 سال امریکا شیطان کوچکتر شده یا 35 برابر شیطنتش بیشتر شده؟ اگر تا دیروز امریکا در عرصه توطئه علیه ایران مار بود، امروز افعی شده. اینجوریه؟ اگه 35 بار شیطنتش بیشتر شده، اگه مار بوده و حالا افعی شده، خب چرا میخوای بری مذاکره؟ آویزونت مثل سیدعلی دم میگیری و میگی ما از شیخ فری و اون یارو ریشبوزیه ظریف و دیپلماسیشون حمایت میکنی، چی زورت کرده؟ هی لبخند نشون میدند و استقبال میکنند از مذاکره و به دروغ میگن که تحریم ها ایران رو به مذاکره واداشته. اینا همش دروغه. میگه همه گزینه ها علیه ایران را روی میز داریم، از جمله گزینه نظامی. پسر ببین چه دست و پایی میزنه. اینه اون سوسکی که انداخته باشیش تو قوطی، هی اینور و اونور میره. به جان عزیز شما نباشه، به جان موشکاف بومبست، یعنی همین ایستگاه آخر، یعنی همین. مذاکره نکنه خفه میشه، بکنه گیری بوکس نظام میاد پایین و نشتی کاسه نمدش تبدیل به شرشر و ریزش میشه. آره دیگه، باید بهشون گفت جون بکنید، جون بکنید. همینجوری سر و ریش هم دیگر رو بجبین. موشکاف و برابچ منتظره لحظه لحظه هان. من یک سپاهیم نشسته تو به بید بلاکت، منتظرم ببینم از ما چه فرمان فرار میده. رویانه یه بیت علی که تا همش ارور میده،
تو بریش کات زده یکی وسط فیلم آن پشتی قدرتش که با کات زده تو با دوی چشش چال زده به لاتین ماشین بیدن که با ترمزش حالا خال زده فکر فرداشو نکرده از ما چی کچی کچی کرده از ما ده ها دبنده نشسته پشت پرده از ما ده ها دبنده نشسته پشت پرده ما چرا نشستی توی فکر زغال و بستی؟ ما ماس بخوریم نفره مثل شیشه یه ها شکستی من یادم نبود تو روزه خونی هم ولی فقیه نیستی حالا شده کیستی که باکس هرکی بهت میکروبه میدونم سیدلی بجوری توی اون دل داشوبه دیگه دو بیت بلایت همه باست جایی نیست گمونم همین دیروزا شد بشی تو خاکونه